آستان مقدس حضرت اول فضل العباس علیه السلام تعداد زائران اربعین امام حسین علیه السلام را تا ظهر روز بیستم سفر بیش از 21 میلیون نفر گزارش کرد و وزیر کشور عراق هم دستوراتی را برای تسهیل بازگشت زائران اربعین حسینی صادر کرد به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید پایگاه اطلاع رسانی حرم متحر حضرت اول عباس علیه السلام با استفاده از سیستم دقیق شمارش الکترونیکی از شرکت 21 میلیون و 480 هزار 525 زائر در دا بزرگ داشت زیارت امام حسین علیه السلام تا ظهر روز یک شنبه 20 سفر خبر داد. حرم متحر عباسی متکی بر یک سیستم دقیق شمارش الکترونیکی است که با حوش مصنوعی برای شمارش زائران از ورودی های کربلای معلا از طریق جاده ها و درهای حرم متحر فعالیت می کند. گفتنی که این آمار در حالی اعلام شده که بیش از چهار میلیون زائر طی روزهای اخیر از مرزهای کشور عراق خارج شده اند و بسیاری دیگر نیز هنوز به شهر مقدس کربلا نرسیدند. بسیاری از زائران افغانستانی و پاکستانی و برخی دیگر از کشورها از این پس به منظور انجام زیارت اربعین وارد شهر مقدس کربلا می شوند. از بعد از ظهر روز این شهر مقدس کربلا شاهد موج بازگشت زائران به کشورهای خودشان می باشد. عبدالامیر اشرمروی وزیر کشور عراق روز شنبه دستوراتی را برای تسهیل بازگشت زائران اربعین حسینی صادر کرد. اشماری شخصا بر روند اجرای طرحها برای بازگشت زائران اربعین امام حسین علیه السلام نظارت و از دو محور شمالی و جنوبی استان کربلا بازدید کرد. وزیر کشور عراق از ساز و کار بازگشت زائران و جاده نجف کربلا و فرایند بازگرداندن زائران نیز بازدید کرد. اشمری ضمن بازدید از نیروهای حفظ نظم و قانون دستور تسهیل تردد زائران و راهنمایی آنها برای رفتن سریع به سمت خودگاه ها برای انتقالشان به مناطق مسکونی خودگاه صادر کرد وی زمن دستور جلوگیری از هر گونه ازدهام در همه مسیرها و توجه شدید به جلوگیری از هرگونه گونه حادثه رانندگی و حضور همه واحد ها در همه اماکن تا زمان پایان مراسم اربعین تاکید کرد. وزارت حمل و نقل عراق، عطبات مقدس، ارتش و چند دستگاه و سازمان دولتی و غیر دولتی در بازگرداندن زائران همراهی می نمیند. وزارت حمل و نقل عراق برای موفقیت آمیز بودن طرح بازگشت زائران از کربلای معلا به استانها و گذرگاه های مرزی سازوکارهایی را در نظر گرفته است غزاق محبس از وزیر حمل و نقل عراق اعلام کرد محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق احتمام زیادی برای پرونده زیارت اربعین قائل است و در همین خصوص پیش کنفرانسی به ریاست از سودانی در راستای تقویت هماهنگی و همکاری میان طرفهای دولتی در زمینه طرح خدماتی و امنیتی برای وزارتخانه ها و طرف های مربوطه برگزار شده است. وی در ادامه ضمن آنکه دستور دو داد دویز دستگاه اتوبوس متعلق به شرکت عمومی حمل مسافران برای شرکت در طرح بازگشت زائران از گذرگاه های مرزی خارج شوند تمامی تشکل را به ارائه پشتیبانی خدماتی و لوجستیکی زائران و موکب های حسینی و ارتقای تلاش های خدماتی ویژه زیارت اربعین موظف کرد. وزیر حمل و نقل اراق همچنین به شرکت عمومی راهان کشور دستور داد تا در راستای خدمت به زائران حسینی بیشترین تعداد ممکن از قطارها را به خدمت بگیرد که تعداد این قطارها در حال حاضر به دوازده عدد میرسد و در چندین محور برای حمل و نقل زائران از دیگر مناطق به کربلای معلا و بالعکس فعالیت می کنند. از صدابی تصریح کرد در راستای پیگیری فعالیت اتاق عملیات حمل و نقل و تقویت تلاشهای هایی که مفتخر به خدمات رسانی به زائران هستند به حضور میدانی خود در میان زائران اربعین و در محورهای مختلف ادامه میدهند وزیر حمل و نقل عراق در ادامه اشاره کرد که سطح خدمات ارائه شده به زائران در سال جاری بهتر از سالهای گذشته بوده چرا که این وزارتخانه با هدف عبور از هر گونه موانع بر سرگاه فعالیت های ها برای ارائه بهترین خدمات به زائران از شش ماه گذشته آمادگی های خود برای طرح خدماتی اربعین آغاز کرده بود. از صداوی در پایان بر تشرید تلاش های خدماتی و اطمینان از اعزام از آخرین زائر اربعین از شهر کربلای معلا به استانها و گذرگاه های مرزی